درود بر شما عزیزان، شمایی که هر پنجشنبه شب با برنامه خیابان زندگی همراه میشید. راستی فردا 8 مارس روز جهانی زن. 8 مارس رو به تک تک شما عزیزان مرد و زن در هر جا هستی تبریک میگم. و اما برنامه امشب مثل سایر برنامه ها قسمت های متنوع و گوناگونی داریم که امیدوارم مورد پسند تک تک شما عزیزان قرار بگیره. بریم سراغ اولی. نرم نرمک کوپن از راه میرسد. این تقسیم فقر است یا گسترش عدالت؟ دستم را نگیر، تنها دستت را به من بده. معلولیت چالشی مضاعف برای زنان معلول. کفش های پاشنه بلند نماد زیبایی و زنانگی، اما شاهنامه آخرش خوشه. و بند ناف ترانه‌اش را با قصه دو ماهی بریدند. گفتگو با شهریار قنبری، شاعر، ترانه‌سرا و آوازخوان ایرانی. قانونی که اخیراً در مجلس تصویب شد، خبر از بازگشت صف‌های طولانی برای کالاهای کوپونیه. کوپن به اقتصاد ایران ممکن است برگرده، اما اینکه گره ای از مشکلات اقتصادی ایران باز میکنه یا نه سوالیه که برای خیلی ها مطرحه و بحثیه که خیلی از کارشناسان در حال بررسی و کار روی اون هستن. مهتاب کوثری نگاهی انداخته به اثرات کوپن بر اقتصاد ایران. انقلاب و جنگی که با خودشون فقر رو آوردند، فقری که با خودش کوپن و به عبارتی دیگه جیره‌بندی غذا رو آورد و مردمی که قبل از سحر زنبیلشون رو توی صف برنج و روغن کوپنی می‌ذاشتن. با طرح هدفمندی یارانه‌ها اینها داشت به خاطره‌ها می‌پیوست. اما شرایط اقتصادی دولت مردان ایرانی رو دوباره به راهکارهای دوره جنگ کشوند. کوپن با یک نام متفاوت به اقتصاد ایران برگشت. کارت معیشت نامیه که این بار روش گذاشتن تا با این کارت احتیاجات اولیه مردم مثل مرغ، گوشت، برنج، روغن رو دولت در اختیارشون قرار بده. اما این طرح هم مخالفا و موافقای خودش رو داره. ماها سران دولت ایران پشت درهای بسته ساعتها به بررسی مشکلات معیشتی مردم مشغولند. اما صفهای مرغ و برنج نه تنها کوتاه‌تر نشد که روز به روز هم بلندتر شد، که نشان از بنبست اقتصادی داره که به دلایل مختلف دولت ایران در آن گیر افتاده. یکیش تحریم هاست که باعث شده درآمد نفتی ایران به شدت پایین بیاد، ارز در اختیار دولت نیست که قیمت ارز رو پایین نگه داره، و بعد سیاست های بسیار غیر کارشناسانه آقای احمدی نژاد بوده که مقدار زیادی نقدینگی رو افزایش داده و در مجموع این مسائل رو ایجاد کرده. اقتصاد کوپنی در دوران جنگ و ریاست جمهوری میرحسین موسوی به وجود آمد. برخی اون رو تنها راه نجات ایران و برخی دیگه اون رو مایه فساد اقتصادی میدونن. بازگشت کوپن برای افراد مستحق دلگرمیه که شاید از فردا به نان شب محتاج نباشند. اما کارشناسان اقتصادی نگرانن تا کوپن با خود فساد و بحران بیشتر رو به همراه بیاره. در درجه اول این است که به جای اینکه مردم ارباب باشند و دولت خدمتگزار، این مردم هستند که از دولت صدقه دریافت میکنند. دوم مسئله فسادشه، فساد شدید، یعنی اینکه یک مقدار زیادی اجناس به صورت قیمتهایی در اختیار یک دستگاهی قرار میگیره که اینا ظاهرا باید به مردم بدن، ولی عملا این کوپن ها و این اقلام در بازار آزاد به جیب کسانی که نزدیک به دستگاه قدرت هستن میره. تحریم ها، فساد اقتصادی و مالی دولت ایرادها و گله هایی است که هر روز به جامعه جهانی و دولت ایران وارد میشه و به عقیده کامران دادخواه اقتصاددان راه حل رهایی از این مخمصه هم در دل همین مسائله. بایست ایران با دنیا به کنار بیاد و یه جوری این تحریم ها برداشته بشه و ایران به سیستم اقتصاد جهانی بپیونده. اگر نه مسئله یکی دوتا نخواهد بود. این شماره یکه. ولی در هر حال راه صحیح این است که قیمت ها آزاد بشه و اقتصاد ایران به حالت آزاد برگرده.
به حالتی که افراد میتونن کار زیاد بکنن و از درآمدشون استفاده بکنن، مردم امنیت داشته باشن و این مسئله مافیایی که سپاه بر اقتصاد چنگ انداخته برداشته بشه. برخی رسانه ها از این بحران با نام جنبش گرسنگان یاد کردن. مجلس هم با ارائه طرح کوپن سعی در کنترل این جنبش داره و باید دید در سال پیش رو این طرح تا چه حد مردم رو راضی خواهد کرد. مهتاب کوسری، صدای آمریکا، واشنگتن. بله، آقای هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در سالهای 82 تا 90 و پژوهشگر میهمان دانشگاه ولدوستا با ما هستند. درود بر شما آقای کهالزاده. اولین سوالم در مورد ویژگی این سیستم کوپنی هست که اگر اجرا بشه این ویژگی چه هست و چه فرقی داره با سیستمی که قبلا ما شاهدش بودیم؟ ببینید، طرحی که تصویب شده به طرح مبهمی هست، هنوز ابعادش کاملا مشخص نیست و قرار بود که در ابتدا به دو دهک پایین درآمدی جامعه تعلق بگیره و بعد تصویب شده که یک دهک درآمدی پایین جامعه تعلق بگیره، 10% فقیرترینش، و منبع درآمدیش هم گفته شده از منابع خود سازمان بهزیستی و کمیته امداد و ظاهرا متولی اجرای اون هم در حقیقت دولت و از طریق کمیته امداد هست و اینها. بنابراین نمیشه این رو گفتش که بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد ایران هست، چون اون چیزی که ما در دهه 60 تا همین اواخر در حقیقت اوایل دهه 80 شاهدش بودیم یک توزیع نرمالتری داشت. در حقیقت بخش بیشتر جامعه ایران اون کالای اساسی دریافت میکردن و این کاملا سازوکارش متفاوت هست، بیشتر در حقیقت تامین نیازهای اساسی است، اما مشکلات اساسی داره و هنوز طرح شفاف نیست. به نظر میرسه که بیشتر علارغم اینکه قانون داره در حقیقت تصویب شده به شورای نگهبان ارسال میشه، ما باید منتظر بمونیم واکنش شورای نگهبان رو ببینیم و اشکالاتی که طرح داره، با توجه به اینکه ممکن است این طرح این شانس رو البته داره که بره در قانون بودجه سال 92، ولی طرح خیلی در حقیقت بخش خاصی از جامعه ایران رو در نظر گرفته، منابعش مشخص نیست از کجا خواهد اومد، برآورد هزینه نشده. بنابراین با اون چیزی که ما تو ذهنمون به عنوان کوپن شکل گرفته کاملا متفاوت هست و بخش خاصی از جامعه ایران در نظر گرفته صرفا. من میخوام یه مقدار در مورد زمینه اجرایی این سیستم این شکل کوپنی با هاتون صحبت بکنم. اگه واقعا زمینه اجرایی وجود داره براش، یه مقدار توضیح دادید، میخوام بیشتر در موردش صحبت کنید. ببینید، ما مشکلی که هست مسئله اقتصاد ایران بوده آمار و اطلاعات، به علاوه اینکه عملکرد دولت آقای احمدی نژاد باعث شده که یک شکستی در سری‌های زمانی در اقتصاد داشته باشه، این به این معنا که امکان سیاست گذاری سلب شده. تون روندها خیلی مشخص نیست، روند آماری شاخص اقتصادی معلوم نیست. از طرف دیگه اینکه چه بخش از جامعه 10% فقیرترین هستن رو به خیلی راحت نمیشه پیدا کرد و مشخص کرد. و به علاوه این که در این طرح همونطور که عرض کردم خدمتتون، منابع معلوم نیست. گفته شده که منابع باید از کمیته امداد یا در حقیقت سازمان بهزیستی بیاد. ما نمیدونیم که آیا قرار هست که منابع جدیدی اضافه بشه، ما چون میدونیم گفته شده حتی چیزی بین 35 تا 50 هزار میلیارد تومان سال آینده دولت کسری بودجه خواهد داشت. بنابراین نمیدونیم که آیا قرار است از منابع موجود کمیته امداد استفاده بشه یا مجلس در نظر داده که به بودجه کمیته امداد چیزی اضافه بکنه. بنابراین طرح بسیار طرح ابهام آمیزی هست به لحاظ منابع، به لحاظ تخصیص، به لحاظ متولی اجرا، به لحاظ مقدار هزینه‌ای که طرح داره. چون شما میدونید وقتی یک طرحی قرار هستش که تصویب بشه بایستی حدودی از هزینه‌اش معلوم باشه و اینا هیچ کدوم معلوم نیست. به نظر میرسه که بیشتر این شایبه سیاسی بودن رو مطرح میکنه، چون ما میدونیم که گزارشاتی هست در خصوص اینکه یه بخش از جامعه، دهک‌های پایین جامعه، تا حدی در کوتاه مدت از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی در حقیقت خوشحالند و تا حدی در کوتاه مدت تونسته به اثرات رفاهی برای بخش دهک‌های 1 و 2 داشته باشه. و دعوای سیاسی که وجود داره این هستش که دولت بخواد مرحله دوم رو اجرا کنه. ما می‌دونیم تبعات بسیار خطرناک این طرح داره و رکود تورم اقتصاد ایران تشدید می‌کنه. بنابراین به نظر می‌رسه که بخشی از مجلس هم نگران تبعات اقتصادی اجرای هدفمند کردن یارانه هاست و همین که نگران تبعات سیاسی اون طرح هست، و چون میدونیم پایگاه اصلی که میتونه این برای این دو گروه رأی جمع بکنه بخش مستضعف جامعه ما هست،
ممکن است که بشه گفت اینجوری گفتش که این تلاش میکنه یک طرح رقیبی برای دولت برای مرحله اجرای مرحله دو یارانه ها باشه تا دولت متقاعد کنه که اون رو اجرا نکنه و اثراتش رو روی انتخابات خودش رو نشون نده. بنابراین خیلی شاید دشوار باشه اظهار نظر کردن در مورد تحریک سیاسی است، منابعش معلوم نیست، متولی اجراش مشخص نیست و جامعه هدفش خیلی ما نمیدونیم چقدر هست. به علاوه این که تحریم ها و سیاست های دولت همون که شما در ابتدای برنامه‌تون هم گفتید، اسفانه یک چیزی حدوده تا 7 دهه که اول جامعه ایران، یعنی دهه که اول تا 7 رو به زیر خط فقر برده و این تر نخواهد توانست به اون معنا مثل هدفمند کردن یا مرحله دوم یارانه ها بخواد در حقیقت یه بخش بیشتری از جامعه رو اون مشکل از دست دادن رفاهی که ایجاد شده بعد از این رکود تورمی شدید، بعد از اعمال سری جدید تحریم ها، بعد از مشخص شدن سیاست نادرست دولت، این تر نخواهد توانست اثرات رفاهی که ایجاد شده رو، اون از دست رفتن رفاه کلی که در جامعه ایجاد شده بتونه به یک معنایی جبران کنه. بنابراین خیلی طرح مبهمی هست. آقای کهولزاده، من حدود 30-40 ثانیه بیشتر وقت ندارم با شما صحبت بکنم. شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی به من بگید که بحث تحریم ها، بحث مسائل اقتصادی رو مطرح کردید، جناح بندی ها و مسائل سیاسی رو مطرح کردید، در این طرح کدومی که از اینها بیشتر اعمال نفوذ کرده برای برگشتش؟ ببینید یه پکیجی است، نمیشه اینا رو از ارزش از همدیگه تفکیک کرد. تحریم ها و در حقیقت سوء مدیریت به همدیگه ظریف فزاینده دادن و خیلی خیلی هزینه سوء مدیریت و تحریم ها خیلی برده بالا، ارزش پول ملی افت پیدا کرده و ما شاهد یک ابر تورمی در اقتصاد ایران هستیم که شاید قبلا تجربه نکرده بودیم حتی در دهه 70. بنابراین همه اینها زمینه شده که برای بخشی از جامعه ایران، برای مجلس نگرانی ایجاد بشه که بخش از جامعه ایران عملا اجازه و توان تامین مایحتاج غذایی خودش رو در آینده نزدیک نخواهد داشت. بنابراین به اجرای این تر در حقیقت واکنش وضعیت بحرانی و بسیار خطرناک اقتصاد ایران برای تامین مایحتاج غذایی بخش جامعه ایران. حالا بعد ببینیم در ماه‌های پیش رو مردم با چه چیزهایی مواجه خواهند شد در ارتباط با این تر. ممنون و سپاسگزار آقای هادی کهولزاده، کارشناس اقتصاد. سپاسگزارم آقا.